رو خواستن هدایت کنند، به راه سعادت رهنمونش کنند. با عمر ابن سعد لعنت الله علیه خودشون مباشر و بدون هیچ واسطه نشستن، ساعتها صحبت کردن، راه حل جلوی پاش گذاشتن که بیا و از این شقاوت ابدی خودت رو رها کن. بهانه آورد، اینطور اونطور، حضرت جواب همش رو دادن، اما باز فایده ای نکرد. این شقاوت داره، این فرد فرد بازنده ایه و نمیخواد خودش رو از این بازندگی بیرون بکشه. بعد از عمر ابن سعد، بزرگترین و مهمترین فرد سپاه عمر ابن سعد شمر ابن زرجوشن بود. من خودم ندیدم، اما از خطبا شنیدم، از منبری های محترم شنیدم که سید الشهدا در گودال قتلگاه به شمر فرمودن شمر برو من رو نکش، دستت رو به خون من آغشته نکن و من تو رو شفاعت میکنم. قول شفاعت بهش دادن. در لحظات آخر، در بدترین حالتها، سید الشهدا شمر رو میخوان نجات بدن. این فرصت رو در مقابل پاش گذاشتن. خب تو اگر من رو نکشی یک کسی دیگری میکشه، چقدر مگه به تو داده میشه؟ یه خورده از این ذلت دنیوی بیرون بیا. ولی به هیچ وجه نپذیرفت. امیدواریم که بتوانیم هم خودمون بر خودمون از بی فرصتی فرصتهای بزرگ درست کنیم و هم برای مجتمع و اطرافیان خودمون مفید و نافع بوده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام فرمايند ليس الموت في سبيل العز الا حیاتا خالده و لیست الحیات مع الذل الا الموت الذي لا حیات معه. انسان در این دنیا یک عمر بیشتر ندارد و یک فرصت بیشتر در مقابل او قرار ندارد. این عمر رو هر گونه که سپری کرد دیگر مجال برگشتی نیست و هرچه که توانست در این مدت بر خودش جمع آوری کنه براش میمونه. در این زندگی انسانی موفق است که بتواند با عزت زندگی کند. کسی از این فرصت به بهترین وجه استفاده کرده که با مردانگی و با عزت به زندگیش خاتمه بدهد. کیفیت در این مرحله بسیار مهم است، اما اینکه انسان عمر طولانی داشته باشه، در رفاه زندگی کنه، سختی نکشه، ولی همه اینها بدون شرافت باشه، در ذلت باشه، هیچ فایده‌ای نداره. حیات واقعی، زندگی واقعی آنجاست
که عزت موجود باشد. بزرگی می گفت زنده بودن یک حرکت افقی است، از بعد به تولد آغاز میشه، میاد تا گورستان که انسان در اونجا زندگیش خاتمه پیدا میکنه. این معنای زنده بودنه. اما زندگی کردن یک حرکت عمودی است، از فرش انسان وجودش را بالا میکشد، ذاتش را بها میدهد تا اینکه برسد به عرش. این زندگی کردنه، این به معنای زندگی است. و الا اون زنده بودن رو هر حیوان دیگری هم دارد. آنچه که بین انسان و حیوان فرق می‌گذارد همین شرافت، همین عزت است که فرقی است بین او و بین سایر حیوانات. زنده بودن افتخاری نیست، با شرافت زندگی کردن و با شرافت مردن، این افتخاره. سید الشهدا علیه السلام در این باره بزرگترین درس رو به تاریخ دادن که زنده بودن مهم نیست، آنچه که مهم است زندگی با شرافت است. امام حاضر نشدند زیر بار ننگ بیعت با یزید برن و اون شرافت زندگانی رو هدف داشتند. جان خود را در راه صدق و صفا از دست داد، زین سبب تا هش باشد گرم بازار حسین. این که از آزادگان تاریخ نقل میشه که خیلی از اونها گفتند ما از حسین ابن علی درس گرفته ایم، خیلی مسئله طبیعیه، چون که آزادگی که سید الشهدا به عالم نشان داد در هیچ جای تاریخ نظیر ندارد و مانند ندارد. به مردم نشان داد که از مرگ هیچ واهمه و ترسی ندارد. به مردم نشان داد که مردن با شرافت به از زنده ماندن در مذلت است. گر نداری دین به عالم لااقل آزاده باش، این کلام نغز می باشد ز گفتار حسین. مرگ با عزت ز عیش در مذلت بهتر است، نغمه ای می باشد از لعل درربار حسین. امام حسین علیه السلام این مطلب رو به صورت بسیار نمایان و واضحی به همه مردم نشان دادن که زیر بار ستم نمی کنم زندگی. مردان خدا در راه خدا نه اینکه از مرگ نمی ترسن، بلکه اونها رو استقبال می کنن. مرگ رو استقبال می کنه. درباره یاران سید الشهدا علیه السلام داریم که این نیزه هایی که میمد، شمشیر هایی که میمد، با سر و صورت با این ضربات مواجه میشدند و با خوشحالی و با آرامش نفس از این دنیا میرفتند. سید الشهدا علیه السلام و یارانشون این درس رو به عالم دادن که اون چه که اهمیت داره شرافت، آزادگی، مردانگی است، نه اینکه انسان زنده بمونه در هر ظرفی که شد. ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه شب عاشورا اصحابشون رو فرا خواندن و گفتن که برید، اینها دشمن فقط من رو میخواد و اگر من رو به کشتن برسونه به شماها هیچ کاری نداره.
از دور من پراکنده بشید. امام میخواستن امتحان کنند و اون کسی که خالصه و اون کسی که جنمش رو داره باقی بمونه. و نه اینکه سید و شهدا فقط به یاران دورشون بگن، حتی بنی هاشم رو خطاب قرار دادن. به فرزندان عقیل فرمودند که در راه من از شما مسلم رفت و همون بر شما کافیه، دیگه نمیخواد که شخص دیگری در راه من شهید بشه از شما. در جواب گفتند که یا ابا عبدالله، زندگی بدون تو بر ما کدره، هیچ زیبایی نداره، هیچ ارزشی نداره و خدا اون روزی رو نیاره که ما باشیم و تو در میان ما نباشی. بنی هاشم نپذیرفتند. حضرت به اصحابشون فرمودند که برید از دور من، دشمن فقط من رو میخواد، با شما کاری نداره. مسلم بن اوسجه به حضرت عرض کرد که ما اگر تو را رها کردیم چه عذری در درگاه الهی بیاوریم؟ اما والله حتی اکثر فی صدورهم رمحی و اضربهم بسیفی ما ثبت قائمه فی یدی. فرمود تا وقتی که جان دارم از تو دفاع میکنم تا بتوانم نیزه ام را در سینه های این لشکر کفر بشکنم و با شمشیرم در راه تو جهاد کنم. شخص دیگری به نام سعد بن عبدالله حنفی به حضرت فرمود اگر ما تو را رها کنیم چه جواب پیامبر اسلام رو بدیم؟ بعد فرمود والله لو علمت انی اقتل ثم احیا ثم احرق حیا ثم اذر، اگر بدانم که من کشته می شوم و باز به زندگانی برمیگردم، سپس من رو زنده زنده آتیش می زنن و خاکستر من رو در صحرا پخش می کنن و این جریان 70 بار بر من تکرار بشه، باز تو را تنها نمی کنم، چه برسه که حالا قراره 1 دفعه من در راه تو شهید بشم. اینها درس عشق بازی رو به تاریخ نشون دادند. یارانی به این باوفایی که حضرت فرمودند من اصحابی و یارانی مانند یاران خودم سراغ ندارم، تا درس محبت تو آموخته ایم در خرمن عمر آتش افروخته ایم، بی جلوه شمع رویت از آتش غم عمریست که پروانه صفت سوخته ایم. یا ابا عبدالله، زندگی ما شمایی، دیدن این روی شماست، دیدن اخلاق شماست، دیدن کردار شماست. اگر شما نباشید زندگی چه ارزشی داره برای ما؟ زهیر ابن قین بعد از این به حضرت عرض کرد که یا ابا عبدالله، من دوست دارم که در راه تو کشته بشوم و تیکه تیکه بشوم و ذرات بدن من رو پخش کنند و 1000 مرتبه در راه تو این بلا سرم بیاد، باز تو را رها نمی کنم. من در راه تو دوست دارم هر چقدر که می توانم بلا را به جان خود بخرم. خب همین اصحاب بودند که از شوقشون، از عشقی که به خدا و به سید الشهدا داشتند، ضربات شمشیر، ضربات نیزه، تیرها رو با بدنشون می‌خریدند، به استقبال این تیرها می‌رفتند. این افراد این معنا رو درک کرده بودند که زندگی ارزش داره، که همراه و توأم با شرافت و عزت باشه. تا امروز ما به زهیر رحمت میفرستیم، از آزادمردی مسلم بن اوسجه سخن میگوییم.
میگیم سعد ابن عبدالله حنفی دمت گرم که اینگونه پای امامت ایستادی، پای حق ایستادی و زندگی ذلیلانه نابر شرافت و حیات جاویدانه مقدم نساختی. این یک طرف. از اون طرف هم که دیگر افرادی بودن پست ذلیل به خاطر لقمنانی هر کاری حاضر انجام بده. عمر ابن سعد لعنت الله علیه واقعا یک نمونه و مثال بارز این قصه است. شخصی که خودش رو به خواب زده، غافل نبود، اهل بیت رو میشناخت، امام حسین رو میشناخت. لحظه آخر زینب کبرا به عمر ابن سعد گفت ایقتل ابو عبدالله؟ و تو به اون نگاه میکنی، حسین رو میکشن، تو نظارگر هستی؟ انقدر گریه کرد تا اینکه همه صورتش خیس شد از عشق، اما هیچ کاری نکرد. یک شخصی که در بند و ذلیل این هوای نفسه. مگه آدم چقدر عمر میکنه؟ یه 70 سال، یه 80 سال تموم میشه، اما تا امروز لعن و نفرین بر او. هر کسی که این داستان را بشنود میفرستد. شخصی که این گونه ذلت را بر عزت مقدم کرد. سید و شهدا خودشون رفتن به دیدنیش، گفتن هر مشکلی که داری من حل میکنم، با من نجنگ، برو. بهانه های واهی آورد. عرض کردم کسی که خوابه میشه بیدارش کرد، اما کسی که خودش رو به خواب زده به هیچ وجه قابل بیدار کردن نیست، قابل هوشیاری نیست. اشعاری داره عمر ابن سعد در واقعه کربلا در این باره که واقعا نشون میده که چه شخص بی اراده، بی همت، شخصی که با دین خدا بازی میکنه. در این اشعار میگه که اول نشون میده که اصلا خدا رو باور نداره. میخونم براتون الان اشعار رو. ثانیا میگه اگر خدایم باشه من توبه میکنم. توبه رو یک بازی گرفته. واقعا متدین باید بدونن که دین خدا رو نمیشه به سخریه گرفت. کسی که خودش رو منسوب به دین میکنه، این دین یک مسئله مقدس الهی است، بازیچه نیست. این آقای عمر ابن سعد هر شهوتی رو که میخواد انجام میده، هر غلطی که میخواد مرتکب میشه. بعد میگه اتوب و الی الرحمن من سنتینی. چه توبه ای؟ توبه یک قصد جدی است، یک اراده است. توی بی اراده ای که الان با این التفات، با این که حواسش بود که داره چه کار میکنه، تو الان نمیتونی برگردی، چطور بعد از ارتکاب این قضیه میخوای برگردی؟ چند بیت شعر داره که واقعا نشون میده خودش رو میخواست گول بزنه. از یک طرف سید الشهدا رو میشناخت در کوفه در زمان حکومت حضرت علی، خودش و پدرش در کوفه بودن، میدیدن خاندان اهل بیت رو، حضرت امیر رو، فرزندان ایشون رو هم صحبت بودن، خوب میشناخت که حسین ابن علی کیست. ولی در مقابل این نفس ساکت، هیچ چیزی نمیتونه اعتراضی کنه. هر چیزی که به ذهنش میاد، هر چیزی که خواسته درونیشه، نمیتونه بهش بگه. فوالله ما ادری، این اشعار این ملعون است که میگوید فوالله ما ادری و انی لحائر افکر فی امری علی خطرینی اترک ملک الری و الری منیتی ام ارجع مأثوما به قتل حسینی. میگه من حیران شدم، نمیدونم که چی کار کنم، بین یک تناقضی گیر کردم
که آیا حسین را بکشم و به ملک ری برسم و یا اینکه ملک ری را رها کنم. کشتن حسین را در مقابل ملک ری میگذاره.